با سلام و عرض تبریک به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حوادثی که در هفته‌های اخیر شاهد اون بودیم، یعنی تنش میان قوه مجریه و قوه مقننه، حکایت از اون داره که رئیس دولت مستقر دارای برنامه‌هایی است که از جمله این برنامه اون به طور واضح این هستش که قدرت رو به هیچ وجه ترک نکنه و ادامه بده به همفکران او، و اگر هم بنا شد قدرت رو واگذار بکنه به صورت مسالمت آمیز نباشه. و از طرف دیگه هم این برنامه‌ای که آقای احمدی نژاد داره درست منطبق بر سازوکار جمهوری اسلامی است، چون ببینید که در این سالهای اخیر به سمت سوی قدرت مطلقه فردی حرکت کردیم و تمام قدرت متمرکز بر یک فرد هستش. بنابراین احمدی نژاد فرضش بر این هستش که تهدیدهایی که میکنه و افشاگریهایی که میکنه مؤثر واقع خواهد شد. به همین دلیل تاکتیک او در 5 ماه آینده به صورت مداوم هجومی و حمله‌ای خواهد بود، یعنی دامنه آهنگ نوسانات حرکت سیاسی احمدی نژاد بسیار پرتنش خواهد بود و آستانه این تنش رو تا جایی بالا خواهد برد که احتمال شکستن دیوار شیشه امنیتی که مقام رهبری ترسیم کردن تا انتهای انتخابات فرو بریزه. و تا الان هم میتونیم با نتایجی که از اون حاصل شده، این حرکت هجومی احمدی نژاد بازخورد مثبتی هم برای ایشون داشته، یعنی به هر حال بعد از اینکه ایشون خواستار بازدید از زندان ها شدن و بعد مجلس اون خواست برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان، رهبری با حکم حکومتی مانع از این اقدام شدن و در همین جلسه استیزا هم ایشون نیومده بودن برای دفاع، بلکه اومده بودن برای حمله و خط و نشون کشیدن برای مقامات بالاتر که خواستش برای بقا در انتخابات آینده و ادامه دولت به تعبیر ایشون عدالت مدار تنها از مسیر شورای نگهبان و تایید نامزد مورد حمایت ایشون که احتمالاً آقای رحیم مشایی خواهد بود اتفاق بیفته. و به خوبی میدونن که در این قدرت مطلقه فردی آقای خامنه ای میتونه مؤثر باشه در تایید صلاحیت آقای رحیم مشایی یا هر نامزد دیگه‌ای که مورد حمایت دولت مستقر باشه. خب با نزدیک شدن به انتخابات و ایام انتخابات، آقای احمدی نژاد اگر موفق بشه که برنامه خودش رو به خوبی پیاده بکنه و از فیلتر شورای نگهبان نامزد خودش رو عبور بده، دیگه اون موقع جمع‌آوری رأی و موفقیت در انتخابات، در مبارزات انتخاباتی کم نخواهد آورد، به خاطر اینکه امکانات مالی بسیار فراوانی که به بهانه یارانه و تزریق پولی که به لایه‌های فروده است انجام داده و همچنین استفاده با تجربه‌ای که از انتخابات گذشته داره و استفاده درستی که از نهادهای اداری به ویژه بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها خواهد کرد، میتونه در مبارزات انتخاباتی شانس بیشتری رو برای پیروزی نامزد مورد حمایتش داشته باشه. و اگر این اتفاق نیفته، یعنی نامزد ایشون به هر دلایلی رد صلاحیت بشه، نظام بایستی آمادگی اینو داشته باشه که آقای احمدی نژاد انتخابات رو برگزار نکنه و در اون صورت چه فشارهایی که وارد میکنه و باج‌خواهی‌هایی که از حاکمیت میکنه منجر به تایید نامزد مورد حمایتش باشه و چه اینکه انتخابات رو برگزار نکنه، در هر دو صورت آقای احمدی نژاد صحنه دولت رو به عنوان قهرمان، کسی که مقابل حاکمیت ایستاده و انتخابات رو برگزار نکرده، ترک خواهد کرد. نبایستی فراموش کنیم که اتفاقاتی که داره میافته، ضمن اینکه حاکمیت داره عقب نشینی میکنه و شاهد این هم هستیم که خب آقای سعید مرتضوی هم از زندان یک روز آزاد شدن،
همچنان حاکمیت تمایلی نداره که این تنش‌ها بیشتر از این اوج بگیره. اما نبایستی هم فراموش بکنیم که اتفاقاتی که داره میفته و تاکتیک حمله آقای احمدی نژاد همچنان نشون میده که هنوز هیچ گونه توافق و هماهنگی در رابطه با مهندسی انتخابات با رأس نظام و نهادهای قدرتمند صورت نگرفته و تا زمانی که ما شاهد افشاگری ها و تهدید به افشاگری ها از سوی رئیس دولت مستقر هستیم به نظر میرسه که همچنان این اختلاف وجود داره و در مورد مهندسی انتخابات تفاهم اتفاق نیفتاده. خب حوادثی که اتفاق افتاد بیانگر نکته دیگری هم هست و اون این که این شعار با بصیرت و بی بصیرت بیش از هر چیزی امروزه روشن شده. به یاد داریم که آقای مهندس موسوی در ایام مبارزه انتخابی و در مناظره خودش با انگشت اشاره‌ای که به سمت آقای احمدی نژاد کرد گفتن که من دلیل آمدنم به عرصه انتخابات این استش که به این رفتارهای خلاف قانون و رفتارهای خارج از شئون ریاست جمهوری پایان بدم. آقای کروبی هم به درستی گفتن که اگر مقامات بالای نظام از اول جلوی شما رو در بیان دیدگاه‌های بی اساس و دروغ می‌گرفتن از جمله مسئله حاله نور، شما امروز به اینجا نمی‌کشید که اتهامات دروغ و ناروایی رو مطرح بکنید. بنابراین با حمله‌ای که اخیراً در مجلس آقای احمدی نسبت به رئیس مجلس کردن، فارغ از صحت و سقم مسئله‌ای که آقای احمدی نژاد بیان کردن اینه که خب رئیس مجلس با درایت در مقابل اتهامات و افشاگریشون ایستادگی کرد و به ویژه اعترافاتی که برخی از صاحب منصب ها از جمله نماینده ولی وقیه در سپاه پاسداران که بیان کردن شناخت کافی از آقای احمدی نژاد نداشتن و علم غیب نداشتن، بیانگر این هستش که چه جریانی فاقد بصیرت و چه جریانی دارای بصیرت کافی برای اداره کشور بوده. با تشکر.